تا حالا برات پیش اومده بخوای افکتی رو از روی ویدیو به ویدیو دیگه بدی و اگر تعدادشون زیاد باشه دونه دونه بعد کپی پیست بکنی؟ من میخوام بهت یه راه سریعتر رو یاد بدم تا به راحتی افکت های کلیپت رو به کلیپ دیگه‌ات بدی و نخوای زیاد دردسر بکشی. با من تا انتهای ویدیو همراه باش. من پوریام و به یه آموزش دیگه از پریمیر خوش اومدین. اگر اولین باره که ویدیوامو نگاه میکنی، این رو بدون من آموزش پریمیر رو از 0 تا 100 به صورت کاملا بیسیک تا پیشرفته توی کانال یوتیوب و پیج اینستاگرامم قرار میدم. حتما هر دو جا منو دنبال کن، ویدیوهامو لایک کن، شیر کن و سیو کن که خیلی میتونه به کارت بیاد. تا دیر نشده بریم سراغ ویدیو. فرض کنید که تدوینتون رو انجام دادین و کلیپی رو دارین که یه افکتی روش داره. حالا هر افکتی میتونه اسکیل باشه، میتونه پوزیشنش تغییر کرده باشه، یا من اینجا از لومتری کالر استفاده کردم و یه رنگ لعاب خاص به ویدیوم دادم. میخوام تمام افکت هایی که روی این کلیپ یا حالا اگر صدایی وجود داشته باشه روی اون صدا داده شده به بقیه کلیپ های موجود برای پروژه من داده بشه. یه راهش این هست که من بیام اینجا و مثلا لومتری کالر رو با کنترل سی زدم و روی کلیپ های بعدیم کنترل وی زدن بهشون این افکت لومتری کالر رو انتقال بدم. راه بعدیش این هست که من روی کلیپ هم کلید راست کنم، کپی رو بزنم، بیام روی تک تک کلیپ های مورد نظرم کلید راست کنم و پیس اتریبیوت رو بزنم. توی پنجره‌ای که باز میشه بهم میگه چه چیزایی رو میخوایم از کلیپی که کپی کردیم روی بقیه کلیپ ها پیست کنیم. خب مثلا من بهش یکم موشن دادم، اسکیلش رو تغییر دادم که نمیخوام اسکیل وارد بقیه کلیپ ها بشه. اوپاسیتی و تایم ریمپ رو هم غیر فعال میکنم که تغییر توی سرعت و اوپاسیتی داده نشه. فقط لومتری کالر رو از بخش افکت ها برای من کپی کنه روی اینها. حالا من اگر اوکی رو بزنم تمامی مشخصات لومتری کالر عیناً روی بقیه کلیپ هایی که اینجا سلکت کردم وارد میشه. فقط اینو بدونید اگر کلیپتون صدا داشته باشه، اینجا الان نداره، شما میتونید تمامی تنظیمات افکت صدا هم به همین ترتیب به بقیه صداها وارد کنید. مثلا اگر دینویزی برای کلیپ اول قرار دادین روی صداش، به بقیه کلیپ ها هم توی قسمت صدا افکت دینویز اعمال میشه. حالا وقتی اوکی رو بزنم به راحتی میبینیم تمام افکت به بقیه کلیپ ها وارد شد. اگر بخوایم اتریبیوتی رو پاک کنیم یا ریمووش کنیم، کافیه کلید راست بکنیم روی کلیپی که مورد نظرمونه و ریموو اتریبیوت رو میزنم. حالا بهم میگه چه چیزایی از این کلیپ رو میخوایم حذف کنیم. من موشن رو میخوام حذف کنم، اوپاسیتی و تایم ریمپ رو کاری ندارم و از بخش افکتش میخوام لومتری کالر رو هم حذف بکنم، دوباره به حالت اولشون برگشتن. اما میتونیم شورتکات بدیم برای این عمل کپی پیست کردن اتریبیوت و ریموو کردنش. خب میام توی کیبورد و کیبورد شورتکات، این قسمت اتریبیوت رو سرچ میکنیم. همونطور که میبینید برای پیست کردنش کنترل آلت وی به صورت دیفالت وجود داره. من برای ریموو کردنش کنترل آلت شیفت وی رو هم اضافه میکنم. حالا وقتی اوکی رو بزنم کپی رو میزنم تا تمامی مشخصات درون افکت کنترل این کلیپ کپی بشه. میام روی کلیپ بعدی کنترل آلت وی رو میزنم که همون کار کلید راست کردن و پیست زدن اتریبیوت هست بهش داده میشه و برای ریموو کردنش به جای اینکه بیام روش کلید راست کنم و ریموو اتریبیوت رو بزنم کنترل آلت شیفت وی رو میزنم و تمام گزینه‌هایی که میخوام ازش حذف بشه رو سلکت میذارم باشه و بقیه رو خاموش میکنم. حالا اوکی میزنم و انجام میشه به همین راحتی. اینم از این آموزش، امیدوارم چیزی ازش یاد گرفته باشید. تا ویدیو بعدی کلیپ هایی که این انتها بهت پیشنهاد بشه رو حتما نگاه کن. کلی میتونی لولت رو توی پریمیر و ادیت کردن بالا ببری.